وقتی داری توی کاری سرمایه‌گذاری می‌کنی، یعنی می‌خوای به دنیا نشون بدی که باید چطوری بچرخی. پیش‌نویس قرارداد آماده است؟ بله، بفرمایید. جایی که من دوست دارم تو نمی‌تونی بیای. میتونم میام. چی شده؟ هر وقت فکر کردی منم برات مهمم، بیا دنبال من. واقعا به من فکر می‌کنی؟ می‌خوام بریم باهاش صحبت کنیم که بفهمه چیزی بهمون نبوده. تنها پول نیست که با اهمیته، خیلی چیزا هست که با ارزش داره که باید مثل دوتا چشمات ازش مراقبت بکنی. تو نمیدونی گیر من با اونا چیه. خب چرا راستشو نمیگی؟ راست کدومشو؟ مریم جان، به به داش حامد بخواه برا کیمون خست شدی؟ گفتم که باید سر زور آزاد میکنه. اه زنگ زدی جون داداش، سر مدیتیشن بودم اصلا حواسم نبود جواب بدم. تو سرت بخور و مدیتیشن بجن که حواست رو جمع کنه، حواست رو پرت کرده. داداش الان که آزاد شدی دیگه باید انرژی منفی رو بریزی دور، فقط انرژی مثبت. چند تا نفس عمیق میکشی غم بره شادی بیاد. هنوز هم تو چشات عشقه. یا الله پس تموم شد به سلامتی. بله دیگه، اینم یه پرده‌ای بود و گذشت. یه جعبه از این شکلاتم بده، میخوام برم خونه دستخالی نرم. بده ای به چشم. دیگه از این به بعد باید مواظب خودت باشی. بله. تو ذاتت خوبه. منم بچگی تا حالا دیدمه. سر سفره پدر مادر بزرگ شدی، حرمت همه رو داشتی. قربون شما. دیگه بچسب به کار و زندگی. چشم. ای والله عمو.
من اصلا میگم تمام اتفاقای خوب از یه تمرکز بالا میاد، از یه نگاه دقیق. شما یه هدفی رو میکاری تو ذهنت، با یه تمرکز بالا بهش فکر میکنی، از کائنات میخوای، اصلا محال دست خالی برگردی. خب به امان خدا. ما رفتیم امونه من. یا علی، خداحافظ. خدا نگهدار. عمو اجازه. خداحافظ. از اون موقع دیگه از ازاد خبری نیم؟ نه، بعد از اون روز رفت که رفت دیگه. اگر اومد در خونه من خبر ندارم ازش. عجیبه. من این کارهای که تو باش کردیم اگه عجیبه. منم اون موقع داغون بودم دیگه، خودت یاد نیم چون مخمسه گرفتار شدم. خب اگه الان وضع فرق کرده، الان هم همونه دیگه. منظورت جلاله؟ جلال بازم میان سراغت. ترسیدی؟ اصلا ترس نیست. تو خودت نترسیدی؟ من نمیدونم ولی اینی راست شو بخوای اگر اینو بگی؟ آقا بسر شما مال این محلی؟ سلام. سلام. نه چطور؟ پس برای چی تو این محل واسه به دختر مردم جیک جیک میکنی؟ جیک خودتون نگاه کنید، از راه نرسید زده این بچه رو به چه روزی در آورده؟ آقا نصیری، محل جای این کاراست؟ آقا دخترم داشت از ترس قالب تویی میکرد. آقا نصیری، شما که نمیدونید که. آقا آمد، شما چی کاره این محلی؟ مفتشی، وکیلی، پلیسی؟ اجام سر آخه این چه حرفیه؟ شما چرا؟ یکی بیاد تو محل واسه دختر مردم مزاحمت ایجاد کنه، حرف بزنه، ما بایستیم نگاه کنیم؟ چه حرفی آقا؟ ایشون خواستگار دختر منه. من شرمندم آقا نصیری، ببخشید خدا، من چانسم رو نمیدونستم ایشون خواستگار دختر آقا نصیری. به خاطر که 6 ماه شما تشریف نداشتی. بله من نبودم، شرمندم. مبارک باشه آقا نصیری، ایشالله به سلامتی به پای هم پیر شن. سلامت باشید. البته هنوز عقد نکردم. بوده نشد که جام سبون که همون شد که قانونن هنوز به هم محرم نیستن. لا اله الا الله، یکی باید پسر جون این حرفا رو به خودت بزنه. مگه من چمه آقا نصیری؟ یه جوری حرف میزنه انگار خدا نکرده دزدیم یا به ناموس کسی نگاه کردیم. من با دخترموی خودم میخوام دو کلمه حرف بزنم، نمیام تو محل راه برم. بفهم. سلام آقا جون. سلام علیکم. داشتی پاد برسه خونه بعد. شرمنده آقا جون، میبه خودی تقصیر من. ببخشید صورت ایشون اومده خورده به مشت شما. ببین آقا نصیری، شما، آقا جونم، شما سروان، بزرگای محل تو گوش منم بزنن، خدا وکیل من هیچی نمیگم، ولی این بازی ها و این قرتی بازی ها رو بخوان در بیارن دوباره. جناب سروان میبینین بعد میگین در حقش گذشت کن. چطوری گذشت کنم آخه؟ آقا نصیری شما ببخشید، عامله که میشناسین چش خورده نداره. آخه طفلکی، پس به خاطر رضای خدا بود که تو این مدت انداخته بودن از زندان دیگه. اون ماجراش فرق میکرد، به اینجا ربطی نداره. ما از وقتی یادمونه ایشون همش از این ماجراها داشته. آخه ببین نرسیدی چطوری زده صورت اینو در بود آخون کرده؟ بابا جون، حامد منظور بدی نداشته. حالا شما بزرگی کن و ببخش. آقا جون تازه از زندون اومده، شما بزرگواری کن و رضایت بده. خیلی ممنون آقا نصیر. فقط به خاطر خود آقا نصیر. سلام. سلام آقا نعمت. تا شنیدم جلی در دکون رو بستم، سند رو آوردم. خیلی لطف کردی آقا نصیر، رضایت دادم، حل شد. خب خدا رو شد. سلامت بشی. ببین من خواستگار ماستگار حالیم نیستم، تو اون محل ببینم بی خودی میپلکی، بساط همون بساطه. بابا جون ورقای این سند دیگه کهنه و پاره پوره شدن، بس که واسه تو گرو گذاشتن. شرمنده، جبران. اگه قرار 3-4 روز دیگه سر کلت اینجا پیدا شه، اصلا این سند رو میبرم میذارم تو گاف صندوق کلونتری. بابا دیگه چوب کاری نکن دیگه. پس بالا غیرتن دست از این کارات بردار. مگه ندیدی هیچ کدومشون تقصیر من نبود؟ میدونم، من دارم به خاطر آقات میگم. بابا این بنده خدا اصلا حالش حال نیست، این چند وقت که تو نبودی یه لبخند به لب این پیرمرد نبوده. چاست بابا، به خاطر این باباتم که شده، یه یا علی بگو دست از این کارات بردار. آقا
زنی بزنی یا من منتظرم. آقا جون اینجا هم دوتا برش عمودی بهت میدم که کشیده ترت کنه. آره فقط نمیخوام از دماغ کوتاه‌تر بشه. چرا؟ خوشگلی که قد دماغ بلندتر باشه که. مریم جون زود آماده میشه؟ بله چرا نشه، من سرشونتم اندازه بزنم. تو دستت خوبه مریم جون، لباس دختر خاله من خودت دوخت. آره یادمه. شکر خدا خوش و خوشبختم. خدا رو شکر شله شما هم خوشبخت بشی. الان هم یه بچه یه ساله دارم. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. اکرم جون دیگه وقتشه ها برای مریم خان دستی بالا کنی. خودش باید بخواد. دختر به این خوبی به این هنرمندی به خدا کم پیدا میشه تو این زمونه. من اگه پسر داشتم خودم منتشو داشتم. خواهش میکنم. فقط ببین پسر این گوهر خانم خیلی پسر خوبیه. من چه خوبیه. آقا جون یا من شهروندت خاک زیر پاتم به حضرت عباس دارم تمام زورم رو میزنم واسه رسه. حالا که آزاد شدم اومدم بیرون درستش میکنم شده. شما نگران نباش. سلام حامد جان. سلام. کی اومدی؟ دو سه ساعتی میشه. خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر. شما خوبین؟ الحمدلله خدا رو شکر. آش خانم هستم؟ بیرون نمیاد الان. این ناقابله خدمت شما. دستت در نکنه مادر، چرا زحمت کشید؟ خواهش میکنم. مریم خانم خوبه؟ خوبه پایینه. بفرما تو. خلاصه داستان زندان داستان درازیه. طفلی هم و اینام خیلی اذیت شدن این مدت. یعنی هممون اذیت شده. بیفایده. بازم آخر اونی که برد جلال بود. دیگه خودت بیفکری کردی دیگه، همون که نمیخواست. روم نمیشد تو چشاتون نگاه کنم. ولی ایشالله همه چی درست میشه. هی میگی درست میشه، هیچی هم درست نمیشه. این راحتی هم نیست دیگه، که میخوای یاد بگیری؟ تازه دارم معنی سختی رو میفهم. با همین درست میشه و حل میشه این خونه رو از دست دادیم دیگه. من خودم زخمیم مریم، تو دیگه نمک رو زخمم نباش. چشم، منظورم این نبود. حساب کلافگی من. به خدا نظر امامزاده کردم که از این قصه در بیایم. تو این مدت انقدر تو سرم زدن که قدم کوتاه شده. چی بگم؟ ولی ته نگاهت هنوز یه امیدی هست. همیشه هست، از بچگی بوده. اگه امید نداشتم هیچ وقت یاد نمی گرفتم یه جوری زندگی کنم که سربار عمو و مامان نباشم. اینو برای تو درست کردم. سوغات زندون. چیه؟ خوشت نایم؟ چرا خیلی خوش کرد. از بخندی موسیقی
الو در بزن و پشت درم. یه چک دروش کشیدم در بچه خودم و خودت. کی میخوای دست از این خولبازی یاد برداری؟ خولبازی؟ این تابلوی کائنات ردخور نداره. مطمئن باشی روز هم این چک رو نقد میکنم، هم این خونه برمیگرده به صاحبش. حالا که دیگه کار تمومه؟ حوصله کن داداش، درست میشه همه چیز. چطوری؟ تو هیچ فکر کردی من چرا بیرونم؟ ها؟ چون بابای بدبخت هم از به دست آوردن این خونه دیگه ناامید شده. تو این چند ماهی که اون تو بودم فکر میکردم همه چی درست میشه. اومدم بیرون مطمئن شدم دیدم نه، تمومه. نمیدونم داره چه اتفاقی میفته. خب اومد سینا، برو. حاج خانم سومایی، بعد از 6 ماه هم که اومدی شام خورده و نخورده چپیدی تو این دخمه که چی بشه آخه؟ به خدا روم نمیشه تو صورت آقام نگاه کنم. میگم کمتر منو ببینه کمتر حرص میخوره. این چند وقت که نبودی خیلی خونه دل خورد، حرف نمیزد، ولی میدونستم ته دلش چه خبره. مادر من، شما اقلا ما رو یه دعای خیر کن. دیگه فکر میکنم دعام هم اثری نداره. اگه داشت اینطور آلاخون والاخون نشده بودیم. نگفتم که نفرین کن مادر من. این چند وقت نبوده تو یه طرف، قصه آقاتم یه طرف. ما که نباشیم شما راحتین که حاج خانم؟ این چه حرفیه که میزنی؟ کاریه که شده، مصلحتش رو شکر. مصلحت نبود حاج خانم، بی فکری خودم. خب حالا بلنشو خودو جمع جور کن، برو دو نفر رو ببین، شاید فرجی بشه، کاری برات درست بشه مادر. چشمت بیبلا. حاج خانم چقدر دلم برای صدا تنگ شده. نه قربونت برم، نمیتونم از اینجا دل بکنم حامد. این خونه همه خاطراتمونه. تو و مریم تو این خونه بزرگ شدین، پا گرفتین. چطوری میشه از اینجا کند و رفت؟ نمیذارم اینجوری تموم شه. قول میدم پسش میگیرم. چطوری میخوای پسش بگیری مادر؟ من هیچی. آقاد از خجالتش توی این مدت چش تو چشم مریم و اکرام نشده. دق نکنه خوبه. بفرمایی تخمه. سلام علیکم. علیکی سلام. شما کار زندگی نداری؟ چرا تو آقان خیلی کار دارم. خب بفرمایی. با عزت ماشاءالله. همین رفیق بازی ها کار دستت داد حامد. بسه دیگه، بسه. دست فردا از این کارات. چشم. سلام. سلام آقا. ببخشید منزل آقای ظروفچی؟ بفرمایید. آقا حامد تشریف داره؟ من پدرش هستم. امری هست؟ اگه ممکنه یه چند دقیقه میخواستم باهاشون صحبت کنم. اتفاقی افتاده؟ نه نه، چیزی نیست، فقط باید با خودشون صحبت کنم اگه اشکال نداشته باشه. چند لحظه اجازه بدین.
حامد، حامد پشو لنگ زهره بابا. سلام آجو. باز چه گندی زدی؟ چی شده؟ ملاقاتی داری؟ دو نفر اومدن دم در باد کار دارن. با من؟ پشو. خب میگفتیم نیست. سام ششانی هستم. بفرم. وکیل خانم عزت الملک صفانش. ای بابا، آقا ما یه غلطی کردیم، محض رضای خدایشون رو رسوندیم بیمارستان، همین بد کردیم. متاسفانه خانم عزت الملک فوت کردن. چی؟ که؟ یه ماهی میشه. ولی ایشون که حالش خوب بود. عجله دیگه، خبر که نمی کنه. ما هم خیلی متاسف شدیم. منم متاسف شدم. خدا رحمتشون کنه. حالا چه کمکی از من ساخته است؟ اگه ممکنه یه قرار بذاریم بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. خواهش میکنم. ببینید جناب ششانی، شما مرد محترمی هستین، آدم مؤدبی هستین، موجه هستین. ما هم والله بی ادب و بی خانواده نیستیم. ولی خانم عزت الملوک برای من و خانواده‌ام به اندازه کافی دردسر درست کرده. میفهمم، کاملا درست میگید. یه سری مسائل هست که حضرت عالی باید در جریان باشید. من نمیفهمم خانم عزت الملوک چه ارتباطی به من دارن. فردا از منتظرتون هستم. به من زنگ بزنید. منتظرتون میمونم. خداحافظ. خداحافظ. خب حالا چی کارت داشتن؟ چیز درست درمونی که نگفتم. تا دیروز خودش بود، حالا ورسش. حالا پیر زنم بند خدا فوت کرده دیگه. پشت سرش خوبیت نداره آدم حرف بزن. چرا ازش دفاع میکنی؟ دفاع نمیکنم. میگم ببینیم چی میگن. با این کارایی که اون کرده اصلا معلوم نیست چجوری روشون شده پاشن بیاندم در خونه ما. پیر زنه که بدبخت گناهی نکرده بود. گناهی نکرده بود؟ خب حالا یه کاری کرد. یادت رفته تو به خاطر اون افتادی تو زندانا؟ شما با من بیا بریم اونجا ببینیم چی میگن چی میخوان. من کجا بیام؟ من چی کارم که بیام؟ اگه نرم قضیه حل نمیشه. برو خودت تنها. میرم که کش پیدا نکنم. سلام آقا جون. سلام. سلام علیکم. حالا کجا میدونی مرده؟ من فکر میکنم نقشه بخشه کشیدم دوباره گیر بندازم ات. حالا معلوم میشه. آدرسش هم مال اون بالا مالا هاست. من از اول گفتم این یک کلفت ملفتی چیزیه. شبیه دروازه قدیمی ترمونه. خونه هست یا قصده؟ از یه عکس ازش بگیرم بزنم تو تاب. شما اصلا نگران نباشید. من حواسم به همه چیز هست. خودم ترتیب همه کار رو میدم. سرای خانم؟ بله. آقا رو راه نمایی کنیم طبقه پایین. بله حتما. چند دقیقه دیگه خدمتتون میرسم. بفرمایید. خواهش میکنم.
ناراحت میشی. قابل نداره. شرمنده تممونه. میزنم به حسابت. این دفتر فقط مال توه. عرض شده دیگه، ببخشید. بابا ما که حرفی نزدیم. فقط نذار سنگین بشه. چش. همین روز صافش میکنم. ایشالله. یا علی. علی یاره. آقای پراید مال کیه؟ راننده پراید. راننده پراید. آخ آخ ببخشید آقا. ببخشید. آقا جوری خونه مردم خودم ماشینشو پارک کنم. ببخشید معذرت خواهم. الان جا به جاش بکنم. بیا برگردون برگردون آهان بیا همینو صاف کن بیا برو آقا آقا بازم معذرت بخوام. ببخشید. آقا بخشید کجا؟ شما؟ من خونم اینجاست شما؟ خوبی؟ ما مهمونیم اینجا. اومدیم خواستگاری. خواستگاری کی؟ خواستگاری مریم خانم. با اجازتون. وایسا ببینم. ببین. اینجا کاروانسرا نیست که سرتو انداختی پایین رفتی. مؤدب باش بهت میگم کاروانسرا نیست. برای چی اومدی اینجا؟ اومدم خواستگاری. تو بیجا کردی اومدی خواستگاری. تو چرا رفتی درسته؟ بچه پر رو حامد گل
کی میخوای دست از این کارات برداره عزیزم؟ بابا تو محل تو برای ما آبرو نذاشتی هستن. راست میگه دیگه، اگه به خاطر مریم نبود الان شکایت کرده بودن. چرا ربطی به مریم داره؟ زدی سرصورت بچه مردم داغون کردی، طلبکارم هستی؟ ببخشین شما خودتون میگین تو خونه دختر جوون داریم، غریبه نیار تو خونه، بعد خودتون برداشتین غریبه آوردین. بفرمایین در خونه رو بگیم چهار قفل کنن، هیچ خواستگاری تو این خونه نیاد بره. خب راست میگه دیگه مادرت. خب مگه من میگم دروغ میگه پدر من؟ متا خواستگار داریم تا خواستگار آخه. یعنی چی؟ لا اله الا الله، برم اینم این بچه به دل نگرفته باشه. یعنی شما یک کلم نباید به من بگی؟ چی باید میگفتم؟ اومدن از آقات اجازه گرفتن، آقات هم گفت بیان صحبت کنیم. حالا هم پس شما راضی بودین ها؟ من نه مادرشم نه قیمشم، هرچی خودشون صلاح بدونن. این صلاح مریم اینه؟ خب میگفتم خواستگارا نیان، نمیپرسیدن واسه چی؟ خب نه من نمیگم خواستگارا نیان، ولی آخه منظورم اینه که چجوری؟ منظور چیه ماما؟ یارو هفت پشت غریبه است، ما پسره رو نمیشناسیمش که. خب این نه، یکی دیگه. بالاخره مریم باید بره سر خونه زندگیش یا نه؟ مریم خونه زندگیش مگه همینجا نیست؟ یعنی منظورم اینه که هممون مگه خونه زندگیمون همینجا نیست؟ حامد حرف حسابت چیه؟ حرف حسابم اینه که آدم غریبه تو این خونه نبینم. تمام. خواستم بگم جایی میری؟ بله پارچه هم تموم شده، میخوام برم پارچه بخرم. میخوام من برم پارچه بخرم. نه خیلی خیلی ممنون، خودم میرم. مریم من بابت دیشب شهر بودم. دفعه اولت نبود که آخه. نمیخواستم اینطوری شه. حالا خدا رو شکر به خیلی گذشت، اتفاقی براش نیفتاد. نمیان که دیگه. چی شو؟ بابا یکی بعد این موزاییکا رو درست کنه دیگه. خدا میان درست کنم. وایسا. بیا تمیزه. دست درد نکنه مریم. میگم میخواستم یه چیزی بهت بگم. چی؟ در مورد خودت. چیزی شده؟ چیزی که نشده. میگم میری بیرون حواستو جمع کن. باش. خدا خدا. بالاخره که چی؟ اول آخر باید بهش بگی دیگه. یه جوری میگه تا حالا تو دیدی من با یه دختر دو کلمه حرف بزنم؟ غریبه که نیست که، دختر عموته دیگه. بدتر فامیلته، باید مراعات کنی. بعدم دختره آدم حسابیه، سرش به ترش میارزه، بابا خونواده داره. نمیدونم چی کار کنم. نمیدونی چی کار کنی؟ حالا یه دست دست کن، الان خواستگاریه. بعدا میبینی بله برون گرفتم برش. نمیفهمی چی میگم نه؟ از وقتی 9 سالش شد ما 4 کلمه هم حرف نزدیم.
اینقدر با شرم و حیا روم نمیشه باش صحبت کنم. چی کار میکنن اینجور موقع؟ حالا مطمئنی اونم تو رو دوست داره؟ از کجا مطمئن؟ همینه دیگه، با این چیزی که تو تعریف میکنی شاغله، دستش تو جیبشه، بعد عمود نذاشه آقاد کمکشون کنه، اینم سر وضع تو معلومه در مورد چی فکر میکنه. درستم یارو خواستگاره کارو خراب کن. آره اونم اینجور صرف میکنه باز. آره خوبه ده. داشت مسافر میبری؟ نه آقا چی میگم. چه در ظرف زدن تو این اوضاع؟ کجا میری آقا؟ اول شهرک قد بعد چهار استانبول. بپر بالا. من یه دو سرویس برم برگردم. من میرم قرار. آقا جون چقدر شد؟ بخر. آره فعلا فقط دلار. امروز گرونتر هم شده ها. بازم میکشه بالا. باشه باشه. نه 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 قربانم. خداحافظ. باش تو کار دلاری؟ این روزا دیگه چی نیست. الو آره دلار بگی هر چی داری بده فقط دلار بگی. نه بابا چقدر شد؟ زد آقا شرمنده پول ندارم. من الان دلار دلار کردی و پول نداری؟ ریال ندارم. این چیه؟ دلار. کرایت کم کن ازش. دیروز خریدم 3200 الان نزدیک 4.5 تو همون 3200 حساب کن. واقعا؟ 17 تومن بدی درست میشه. خودش من یه دهی بیشتر ندارم. الو ماشینو بفروش دلار بگیر بابا ضررش با من. آره یه بار میبری تا نارمک؟ $10 میشه. بیا تو تیم چه شما که صبح گفتین اوتو 500 $2 زیر 4 تومن بود الان نزدیک 5 تومن خانم. شما که اینو با دلار 5 تومانی نخرید دلار دارم اینو بدم به شما زشو باید با دلار 5 تومانی پر کنم خانم. صبح برام فاکتور کردی بعدش هم این اتو چه ربطی به دلار داره آخه؟ این روزا مرغم میخواد تخم کنه با قیمت دلار تخم میکنه. بیا این هم فاکتور آدرس. تو همین یه دونه؟ بله تو یه روز؟ تو یه روز تازه فقط به این نیست این که میره بالا باش همه چی میره بالا مثلا چی؟ مثلا نخود کشمش نخود کشمش هم بخوای بخری اول قیمت اینو ببینم حامد این مورد شانس تو تلکی خرجش نکنیم بایی بستم گرون میشه و تازه هر چی دارم میخوام دلار مثلا چی داری؟ حالا هر چی دارم پایستم یارو پرایدیه بیاد برای من مانوها بده دست من رو بذاره تو پوستی گردیم همه تو فکرشی؟ من تو فکر اون نه من تو فکر حالا تو فکر هرچی تو هم هرچی داری دلار کن چهار تا کامپشن خسکل که داریم اونا رو بفروش دلار کن فعلا چیزی ندارم باید تابلو کائنات هم بخون خانم بنده خدا اومده بود برای دختر خانومش جهیزیه بخره دو تا چهار تاش هم کرده بوده بنده خدا منتها میزنه دلار میره بالا هیچی
مونده بود سفیر و سرگردون وسط بازار، انقدر دلم سوخت. برای همینه که میگه وقتی کسی کسب و کار درست درمون نداره نباید توقع زنگ گرفتن داشته باشه. نه آقا جون، اصلا حرفم چیز دیگه است. اصلش هم اینه که نه خودتو بدبخت کن نه دخترم تو یارو. بابا من دارم دلار رو میگم، میگم الان موضوع مهم دلاره، هر کی هر چی داره داره میفروشه دلار میخره. میگم شما میه بخ اگه چیزی دارین تو دست و بالتون چه میدونم، حالا مثلا طرای آج خانوم. یعنی چی شد مادر؟ همین چهار تا لنگوی منه؟ مادر من دارم مثال میگم. میگم اگه آقا جون بخواد میشه. نمیخواد نمیشه. آقا جون شما چه بخوای چه نخوای الان شرایط اینه. یه دونه تلفن مردم گرفتن دستشون توی اتاق، چهار تا دلار بالا پایی میکنن میلیاردر میشن، راننده تاکسی، بقال، زده تو کار دلار. پس فاتحه این کار خونده است. میگم مادر وقت کردی یه سر به تلویزیون پایین بزن. مگه چشه؟ ولی زنموت میگم مثل که خرابه، نشون نمیده. حامد جان نگفتم الان. نه میام الان. بشین شامتو بخور حالا مادر، قربونت برم. ببینیش؟ خوب همه یه بچه رو داری. تو هم که میدونی پی چیه. یه فکری براش بکن دیگه. پی چیه؟ ندیدی کجا رفت؟ هوا سرده. مامانم گفت کاپشن تو برات بیارم سرما نخور. دست دارم. مهمی داد اینو بگی. سیگار میکشی؟ نه بابا سیگار چی؟ فندک همی تو جیبم. میگم یادته اون موقع با فندک همون رو پشت به آتیش روشن کردیم؟ نزدیک بود خونه رو آتیش بزنی انداختن گردن اونم. خودت گردن گرفتی، کسی نندخت گردن تو. برای که نمیخواستم کسی چیزی بهت بگه. چه روزهای خوبی بود. کاش که بازم همه چی همونطوری میشه. من برم دیگه. مریم میگم این یارو پسره که اومده بودن میشناسیش؟ میدونی کیه؟ نه چیزی ازش میدونی؟ نه. پس چی؟ که نمیشناسم. میگم یعنی تو واقعا میخوای با این یارو عروسی کنی؟ نه. بس بس چی اومده اینجا؟ خواستگاره دیگه. بس هر دختری خواستگار میاد. خوب شد زدمش بچه پر رو رو. وا نداره، همینی که گفتم تو این خونه پای آدم قلبه باز نمیشه. تمام حالا بفرمون.
بشه.